از این لحظه واسه تو آقای بیژن حیدری استقلالیای میزبان بازی رو آغاز میکنن. رامتین سلیمان زاده، محبی، سجاد شهبازاده، موقعیت میره خطرناک بشه. سجاد شهبازاده کی فکرشو میکرد گل اولو مس بزنه تو این بازی؟ ببینیم اصلا چی شد. توپ محبی داد به شهبازاده، خودش با پای چپ ضربه رو زد و توپش چسبید به تور دروازه استقلال. حالا آبی های صدرنشین بعد از ارسال بلند منتظر محمد به درون محوطه و این ضربه که راهی به دروازه استقلال نداشتیم با حسینی میخواد سریع کار رو آغاز کنه. مهرداد محمدی رو هدف قرار داده، رد شد یه لحظه از رامتین سلیمان زاده، خطایم اعلام نشده. مهرداد در جدال با جلال علی محمدی و موفق تر هافک با تجربه مثل رفسنجان. جلالی ارسال بلندش برای بلانکو، سر رو میزنه، عجب گلی زد. اولی و بلانکو میزنه برای استقلال به مثل رفسنجان. این ضربه سر عالی جلو هم اومده بود حامدلک، شاید اگه یه قدم عقب تر بود و تو چارچوب بود میتونست حداقل یه واکنشی نشون بده. سهرابیان به جلالی، جلالی به بلانکو و مهاجم آرژانتینی تکمیل کننده این حرکت استقلالی ها بود. بازی سازی از عقب مسی ها، پر ریسک بود این کارشون. مهداد محمدی با پای چپ دومیش هم نرفت تو گل، برای همینه که اینطوری حسرت میخوره. مهدی پور حرکت میکنه، ضربه رو هم میزنه، توی تغییر مسیرم داد و به خطرناکتری شکل ممکن به کورنر رفت. این ضربه‌ای که زد و تو به سری بازیکن برخورد کرد و به بیرون رفت. مچ پاش انگار یه لحظه تو تغییر مسیر پیچید. مهدی مهدی پور ارسالش انجام میده درون محبت و روز به چشمی، ضربه سرش با اختلاف به کنار دروازه رفت. باقری واسعی تو آفساید منتظر محمد، پرچم آقای شفیعی بالا رفت و اینو اعلام کرد که تو آفساید بود هافبک عراقی مثل رفسنجان. میتونه بدترین خبر باشه برای استقلالیا، رو زمین افتاده داد میزنه و زانوشو گرفته مهدی مهدی پور. سلیمان زاده توپو برداشته و خطایی هم نیست. بلانکو از پشت محوطه، این ضربه از گوستاوو بلانکو، بازم جلو بود حامد لکو. این بار خوش شانس بود که ضربه بلانکو راهی به چارچوب دروازه نداشت. در مسابقه دو تیم استقلال و مثل رفسنجان رو خواهد داد در همین ابتدا. فرصت برای مس میره که ایجاد بشه. عادتشون انگار تو ابتدای هر نیمه گل بزنن بازیکنای مثل رفسنجان. اینجا سجاد شهبازاده توپو گرفت، پاس داد کنترل سعید واسعی و ضربه آخرش که باز کرد دروازه رو. یه لحظه کنترل ایمان سلیمی اشتباه بود و همین باعث شد که سجاد توپو برداره جلو بره و واسعی هم در نهایت ضربه رو زد و دروازه استقلال باز شد. عجب فوتبالی داریم میبینیم. حرکت برای استقلالیاس روز به چشمی در جدال با فرشید باقری. ارسال بلند آرمین سهرابیان، اونجا چی شد؟ گل دوم زد، گل دوم و استقلال. چه اشتباهی انجام شد اونجا توسط حامدلک. ارسال آرمین سهرابیان، توپی که اومد خورد به تیرک و در برگشت گوستاوو بلانکو دروازه رو باز کرد. در شرایطی که خود آرمین سهرابیان هم یه جوری داشت توپش رو تعقیب میکرد که انگار داره میره به بیرون، توپ نرفت بیرون و افتاد جلوی پای بلانکو تا اینطوری به چپ میبره. علی عدنان ارسال بلند، سجاد شهبازاده چه سیدی کرد سید حسین حسینی. آره تو آفساید بود سجاد شهبازاده، ولی بی نظیر بود. ارسال پای چپ ابوالفضل جلالی درون محوطه جریمه، این ضربه سر از مهداد محمدی هم به کنار دروازه رفت.
قطع توپ از استقلالی آرش رضا و امیران که حمله خطرناک رو ایجاد کنن روی دروازه حریف. مرتضی محمدی گل سوم یا نه؟ تکل عالی نجات مهدی، نجات داد دروازه مصر رفسنجانو. ارسالش انجام میده، توپ رها کنن برای محمد. خطرناک این موقعیت، از دروازه بیرون اومده سید حسین حسینی. ماشاریپوف پاسش برای گوستاو بلانکو در جدال با نجات مهدی و ضربه‌ای که زد بلانکو، این بار واکنش عالی از حامد لک. اینجا ببینیم با هم دیگه بدون هیچ مکسی با پای راست زد ضربه رو بلانکو. توپو گرفتن آرش رضاوند، پیمان بابایی در جدال با رامتین سلیمان‌زاده، برداشت رامتین از مقابل پیمان بابایی و این ضربه و تیر دروازه در برگش فخرالدینی. توپ رد نشد، کمک داور که پرچمش نرفته بالا. ببینیم با هم اینجا عالی برداشت رامتین سلیمان‌زاده از مقابل، بغل پای راستش هم خیلی خوب زد توپش رو، بعد شانسی خورد به تیرک. فخرالدینی ضربه رو زد، یه نفر گرفته بود جلوی نجات مهدی رو. یه لحظه ارتباط قطع شد اما دوباره بابایی توپو در اختیار میگیره، حرکت به سمت دروازه مصر رفسنجان. میلاد فخرالدینی چه دریبلی زد اونجا، علی عدنان اگه به توپ برسه که در نهایت میرسه، خیلی اتفاقی فرصت اگه رها میکرد برای جعفر سلمانی. سید حسین حسینی از تیمش میخواد جلو بره، ارسال بلندش به زمین مس. آرمان رمضانی توپ برمیگرده و اینجا هم سوت پایان بازی رو به صدا در آورد آقای بیژن حیدری. پایان دوئل هیجان انگیز استقلال و مصر رفسنجان بدون شک میتونه لقب یکی از بازی‌های قشنگ لیگ برتر تا این هفته رو برای خودش بکنه.